سلام، سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. در ساعت یک بعد از ظهر آفتابی واشنگتن 9:30 شب به وقت تهران با شما عزیزان خواهیم بود. در این شماره از تفسیر خبر در نیمه نخست میپردازیم به آنچه که در عرصه زندگی کارگران ایرانی میگذرد و نیز بقیه اصناف زحمتکش در ایران، از جمله معلمان ایرانی که همچنان زیر فشارهای فزاینده قرار دارند. پیامدهای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بر زندگی کارگران و دیگر اقشار مردم ایران و این نگرانی که چنانچه به توافقی اتمی در وین دست یافته شود، سرکوب‌ها و نقض حقوق بشر با سوء استفاده از فضای فراهم شده در ایران وسیع‌تر خواهد شد. در نیمه نخست برنامه با من و شما هستند آقای منصور اوسانلو، فعال کارگری و سندیکایی از نیوجرسی. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای اوسانلوی عزیز، با سلام به شما. با سلام و درود خدمت شما و همکاران و هممیهنانمان در سراسر جهان، مخصوصا کسانی که در داخل کشور بار سنگین مبارزه برای رسیدن به دموکراسی و آزادی رو بر شانه های خودشون گرفتن. در خدمت شما هستم. آقای اوسانلو، خدمت از ماست. ببینید، قبل از هر چیز، چون شما علاوه بر کارگران اصناف دیگر هم به دقت دنبال میکنید، همچنان که پرستاران ایرانی رو آخرین خبراشون رو هر وقت بودید از شما شنیدید و بقیه اصناف معلم، بیانیه تازه کانون صنفی معلمان منتشر شده و اینکه به اقدامی تازه قرار دست بزنن معلمان، در حالی که چند تن از اعضای کانون صنفی و معلمان ایرانی همچنان در زندان هستن، زندان فقیه. از شما میشنویم متن این بیانیه و تصمیمات تازه اتخاذ شده. ببینید، بعد از اینکه زیر فشار بسیار زیادی که حکومتگران آوردن تا به نوعی بتونن در بین جنبش‌های داخل کشور و به خصوص در درون نهادهای مختلف صنفی و سندیکایی تفرقه بندازند، نهادهای صنفی برآمده در طی سالهای گذشته، مخصوصا در یک سال گذشته، به تدریج موفق شدن به یک اتحاد عملی دست پیدا کنند و یک پشتیبانی سراسری، و دیدیم که در سه مرحله چگونه حتی بدون اینکه اطلاعیه از سوی یک نهاد مشخص گاهی صادر بشه، در بیش از 70 شهر در مرحله سوم اعتصابات و اعتراضات معلمین ایران گسترده شد و ادامه اون منجر شد به اینکه آقای اسماعیل عبدی رو به عنوان یکی از نمایندگان کانون‌های صنفی و دبیر کل کانون صنفی معلمان تهران، هنگامی که برای خروج از کشور اقدام کرده بود تا بره به ارمنستان و از اونجا ویزا بگیره برای کانادا تا در جلسه سراسری اتحادیه AG، یعنی اتحادیه سراسری آموزش، که 32 میلیون نفر عضو داره و ایشون رو هم به عنوان یکی از اعضای نمایندگی جهانی معلمان دعوت کرده بودن بره اونجا، ممنوع خروج کردن و سپس به زندان بردن طی مراحلی. و الان خب همون روز هم دیدیم که 70-80 نفر همراه ایشون رفتن جلوی زندان و سپس به خانواده ایشون سر زدن و از همون روز بیانیه های مختلف از سوی هم کانون های صنفی معلمان و هم نهادهای مختلف کارگری ایران در حمایت از اسماعیل عبدی و تلاش هایی که کرده و آزادی او منتشر شد. همچنین دوستان دیگه ای که مثل آقای علی اکبر باغانی و اسماعیل عبدی و آقای هاشمی، مهدی فرایی شاندیز، آقای باقری و دیگرانی که حکم بالا سرشون هست و
هنوز به زندان هم نرفتن در مرحله تحمل کیفر. بیانیه جدیدی هم که صادر شده در راستای همین تلاش هاست که معلمان بعد از این تلاش ها به خصوص آقای هاشم خواستار که آقای اسماعیل عبدی قبل از اینکه به زندان بیفتن با ایشون دیدار داشتند و به مشهد رفتن و چند روزی با همدیگه گفتگوهاشون رو کردن به نظر من، و پس از اون که آقای عبدی آمد برای سفر برای کنگره جهانی معلمان آماده شد، دستگیر شد، خب بیشترین تلاش ها رو هم معلم ها و هم به خصوص آقای خواستار و کانون صنفی های خراسان، تهران و شهرستان های دیگه برای درخواست آزادی آقای عبدی داشتن. پیامد اون از سوی نهادهای بین المللی سندیکایی معلمان مثل همون ایجی با 32 میلیون نفر عضو در حمایت از معلمان ایران و به خصوص درخواست آزادی آقای عبدی و حضور او در کنگره جهانی معلمان، نامه ای نوشته شده به مقامات جمهوری اسلامی از ذیل تا پایین، از صدر تا ذیل، و همچنین از سوی اتحادیه بین المللی کارگری ITUC هم موضوع مورد پیگیری قرار گرفته، و همچنین اتحادیه سراسری معلمان کانادا نیز نامه جداگانه ای برای سران رژیم جمهوری اسلامی دادن و درخواست آزادی آقای عبدی رو کردن. حالا این بیانیه جدیدم پیامد ادامه حمایت های بین المللی صادر شد، نامه‌ای که نوشته شد توسط آقای خواستار، و در این نامه درخواست کردن که همه معلمان و همه هممیهنان ما در حمایت از معلمان فرزندانشون برای روز 31 تیر ماه از ساعت 10 تا 12 بیان و در جلوی مجلس جمع بشن تا فریاد بزنیم که ما همه بوداغی و باقری و باغانی و هاشمی و عبدی و عبدالفتاح سلطانی و دیگر زندانیان مدافع حقوق مردم ایران هستیم، تا همگان بدانند که معلمان بیدار هستند و از تبعیض بیزار هستند و از غارت هم بیزار هستند. اوسانلوی عزیز، ببینین الان معلمان با همه این شرایطی که شما اشاره کردید، با همه مشکلاتی که دارن، بگیر و ببندهایی که هست و همه این مشکلات که میدونید، و بسیار حق بزرگی که به گردن مردم کشور دارن مثل بقیه معلمان در همه چیم. من شخصا مثل شما، مثل بسیاری، اون چه رو اگه نکته مثبتی درش از مدیون معلمان خوبی میدونم که داشتم، اولین معلم مدرسه من آقای ایرانپور بود تا بقیه معلمانی که ما داشتیم در دبستان و دبیرستان و خب بعد هم دانشگاه. عرض کنم خدمت شما، حالا مردم چه وظیفه‌ای دارن، بقیه چه باید بکنن وقتی معلمانشون میرن جلو یه جایی مثل این مجلس، حالا مجلس چه ازش برمیاد، چه میکنه چه نمیکنه بماند، ولی بقیه مردم چه وظیفه‌ای دارن به نظر شما، یک فعال سندیکایی و کارگری که در زندان بودید و بقیه داستان ها که همه مردم میدونید؟ بفرمایید. بخشی از به اصطلاح پاسخ سوال درست شما در همین بیانیه داده شده، چرا که اشاره ای که آقای خواستار به عنوان یک معلم زحمتکش و زندانی کشید و بلا دیده و کانونهای صنفی طی مدت نامه اشاره کردن به این موضوع اشاره میکنه، نمیاد فقط دیگه از مشکلات صنفی و فقر و فلاکتی که بر معلمان ایران به دلیل سیاستهای غلط و سیاستهایی که از بالا تعیین شده و فقط منافع حکومتگران و منافع مدیران و وزیران و مدیرکلا و غارتگران رو مورد نظر داره، بلکه این بار آمدن و اشارهشون رو کردن به تمام دردهای اجتماعی، فقر و فلاکتی که جامعه رو گرفته، چرخه معیوب بیکاری، اعتیاد، فقر، فحشا، سرقت و تجاوز به ناموس دیگران، همه اینها در این بیانیه آمده، و اینکه این گردن کلفتهایی که به نام اسلام کشور را غارت می کنند و راست راست در اروپا و آمریکا راه می روند و زنهایشان را برای گرفتن کارت سبز یا گرین کارت در بلاد کفر میفرستند تا بزایند و به دروغ هم شعار مرگ بر آمریکا سر میدن و آنگاه به ریش ما میخندند. اگر احیانا اندکی از غارتگری هایشان بر مرا شود،
و به زندان بیفتن، بیشترین همراهی ها رو با دزدان میکنن تا به سلامت به آغوش غارتگران برگردن. یعنی داره عمیق‌تر این نگاه میکنه و عمومی‌تر و بیانگر دردهای همه مردم ایران و غارتگری دزدهایی که جامعه ما رو غارت کردن و به این روز انداختن که اکثرشون هم در بالاترین مقام های دولتی هستند. به همین دلیل ما مردم هم هممون در اون روز و همین که اتفاق هم افتاده، ما که اتحادی آزاد کارگران، سندیکای شرکت واحد، سندیکای نقاش و ساختمان، فلزکار مکانیک، اتحادی کارگران پروژه‌ای، کارگران نیشکر هفت‌تپه و دیگر مراکز کارگری آزاد و مستقل که خودشون هم زیر فشارن، بیانیه های حمایتی دادن و درخواست حضور و حمایت کردن، اینها خودشون بخشای از همون مردم هن. امیدواریم که با اطلاع رسانی بیشتر و حضور تلویزیون های مستقل و آزادی که سانسور حکومتی رو میشکنن، مثل تلویزیون ایران فردا و برنامه های مثل شما، بتونیم این صدا رو هرچه بیشتر به مردم ایران، به معلمان ایران، در همه جای ایران برسونیم که برای 31 تیر در جلوی مجلس از همه ایران برن و حضور پیدا کنن تا این فریاد حق خواهی پاسخ شایسته خودشو پیدا بکنه. ساعت چند گفتن در اونجا هستن؟ از ساعت 10 اعلام کردن تا 12 در جلوی مجلس، و این بارم دیگه به ادارات کل شهرستان ها اشاره نشده. من برداشتم اینطور است که از سر تا سر ایران مجروح همه میتونن به اونجا بیان و یه تجمع خیلی بزرگ در یه نقطه در پایتخت جلوی مجلس در میدان بهارستان داشته باشن عزیزان، اینطوری که خودشون در بیانیه شهر دادن. خب این مجلسیان که به هر حال کم و بیش هم میدونیم که به طور مستقیم نماینده واقعی مردم که نیستن، اساسا نماینده مردم به یک معنی نیستن، حالا که چه واقعی چه غیر واقعی، چه امیدی میره که چه کار کنن در اونجا نماینده کنن؟ فکر نمی کنم که این تجمعی که حتی سه بار اعتراض قبلی دادن توماری که آقای عبدی بر 13 متر تومار، امضاهای چند هزار تایی که دادن، 40,000 امضایی که نمایندگان کارگران آقای عظیمزاده و شاپور و بقیه بردن دادن به مجلس، این باشد که فکر میکنند این مجلس میتونه کاری انجام بده. چون خود اکثریت مجلس ها بلا به نامه ای که خود محجوب یکی از مجلسی هاست و به اصطلاح برخی از افرادی که در تأمین اجتماعی به پرونده ها دسترسی داشتن، 143 نفر از همه مجلسی ها جزو رشوه بگیرها و هدیه بگیرها از آقای مرتضوی هستند در غارت 93,000 میلیارد تومانی صندوق بیمه تامین اجتماعی که صندوق بازنشستگی و مستمری بگیر و کارگران شاغل و فعال از و همه 13 میلیون به اصطلاح بیمه شده ایرانی با خانواده هاشون، نزدیک 35-6 میلیون نفر رو غارت کردند و دزدیدند و مجلسی ها با این غارت همراه بودند. اما اینجا بهانه ایست که به هر حال مرکزی است مجلس که از دوران مشروطیت، میدان بهارستان، مرکز تجمع آزادی خواهی بوده، جای شناخته شده ایست، ریشه در تاریخی داره که در اونجا برای اولین بار مردم ایران در غرب قاره آسیا رأی دادن، حرف زدن، نماینده احزابشون رو به حکومت ها فرستادن و تونستن یک دولت مستبد عقب افتاده رو در اون دوران که اصلا خود شما بهتر از من میدونید چه وضعیتی بود، وادار به پذیرش رأی ملت و داشتن یک نظام که تفکیک قوا شده بکنن. این سمبولیک آمدن جلوی مجلس و شناخته شدنش کمک میکنه که علاوه بر معلمان به راحتی همه بهارستان و جلوی مجلس رو بلد باشن و بیاین. کافی است که ما بگیم جلوی مجلس 31 تیر از ساعت 10 تا 12 ظهر از همه جای ایران بیاد جلوی مجلس. آقای اوسانلو، همونطور که میدونین مذاکرات هسته‌ای همچنان ادامه داره. حالا این مذاکرات چرا اینقدر طول کشیده؟ یعنی بعد از مذاکرات اسرائیل و فلسطینی ها که سالهاست در جریان هست، متوقف شده، نام پیدا کرده، این طولانی ترین مذاکرات در منطقه شاید هم در طول تاریخ هست. این همه یا تاریخ ما معاصر، این همه سال، این همه ماه، حالا به نتیجه برسن نرسن اون بحث دیگه است. اما
خیلی ها ابراز نگرانی میکنن. تجربه نشون داده وقتی یک هیاهوی برخواسته میشه، چه مثبت چه منفی، اون چی که بلافاصله مورد تهدید قرار میگیره زندانیان سیاسی هستن، نقض حقوق بشر هست، مثل مثلا جنگ که تموم شد و بقیه مسائل، مثل گروگانگیری که انجام شد در سفارت آمریکا. الان هم یک توافق هسته‌ای، خوب هست بد هست در چه جهتی هست، این یک بحث دیگه است. یک توافق هسته‌ای خیلی نگرانن زمینه رو فراهم میکنه، برای اینکه همه دیگه مشغول این هستن یا جشن یا انتقاد یا هر چی که هست، و کشورهای غربی هم همینطور. یعنی در اینجا واشنگتن هم که اساسا فعلا دولت اوباما متهم است که به نقض حقوق بشر در ایران، آقای اوباما و وزارت خارجه ایشون کاری نداره، این بسیار مورد انتقاد است سوی جمهوری خواه و بقیه. اون زمان که دیگه بیا و درستش کن. نظر شما چی هست در اینجا؟ به نظر میرسه این قضیه توافق، چون که کاملا از مردم ایران حداقل پنهان داره میشه جزئیاتش و یک مسائلی رو حکومتی ها این 36 سال که مردم رو هرگز محرم ندانستن و حاضر شدن نوکری، سرسپردگی و بدترین به اصطلاح عنوان‌ها رو در مقابل کشورهای خارجی بپذیرن، اونم با دروغی به نام استقلال خواهی، و در این به اصطلاح حالا این متونی که در خارج از ایران منتشر میشه، ترجمه میشه، دست به دست میشه، گزارشاتی که مثلا آقای کری، آقای اوباما به کنگره آمریکا دادن، به مجلس نمایندگان دادن، و در اونجا میبینیم که چه غارتگری و چه تجاوزی به حقوق مردم ایران تا صدها سال آینده در همین توافق به اصطلاح به دست اومده و اونا چه تضمینی میدن به نمایندگان مختلف آمریکایی و اروپایی، که خیالتون راحت باشه چیزهایی رو ما از اینها گرفتیم که در 10 تا جنگ هم نمیشد بگیریم. اون تا برداشت من به زبان کارگریش اینه. اما اگر این طولانی شدن هم شما میگید، به نظر میرسه به خاطر برد بسیار بالایی که این طرف معامله یعنی 5+1 داشتن، کاملا با اینا همکاری کردن، همراهی کردن تا بتونن که شاید اینها رو به اصطلاح بکشونن به عید فطر و مواضع اینها رو که همه مواضع 5+1 رو پذیرفتن. حالا اونجا بحث هم مسئله انرژی هسته‌ای که کامل از همون پارسال میگن اینا توافق شده و متوقف شده ادامهش، هم در رابطه با این موشک‌های دوربردی که ایران داره، هم در رابطه با کلاهک‌هایی که میتونسته نصب بشه روی این موشک‌ها، هم بعد از اون دخالت در منطقه و حمایت از تروریسم و حذف دفاع از بشار اسد که تکلیفش رو روشن بکنن، هم در رابطه با اسرائیل به خصوص که بایستی به نوعی به رسمیت شناخته بشه اسرائیل، و سپس حقوق مردم ایران و دفاع از حقوق بشر هم به عنوان ابزارهای تکمیلی فشار بر این حکومت برای پذیرفتن این مقابله نامه‌ای که الان بین اینها گفتگو شده بوده. حالا تا کجاش و چقدرش اجرایی و عملی بشه برمیگرده به اینکه خود ما مردم در داخل ایران چقدر حرکت بکنیم و چقدر از خوشباوری‌های خودمون نسبت به وضعیت موجود بتونیم دور بشیم. چرا؟ چون انقدر که ما مردم در ایران تحت فشار و ظلم و ستم و گرونی و نداری و بی‌سازمانی و پراکندگی بودیم، خب خیلی ها الان به خصوص خیلی از طبقات مردم، شاید بگیم طبقه متوسط نیمه مرفه، خیلی دل خوش کردن به اینکه این تحریم ها اگر لغو بشه یا اگر این قرارداد امضا بشه چقدر به سود ما خواهد شد. که البته من همینجا یک نشونه به شما بدم، شما ناگهان در همین موقعیت که قیمت دلار رو در عرض همین 2-3 سال از 800 تومن و 934 تومن رسوندن به 3-4 هزار تومن، بعد آوردنش به قیمت دولتی، شما من حالا میگم 2600 تومن توی همین 2-3 هفته پیش تا حالا، اینو یه دفعه خود دولت آقای روحانی آوردش رو 2947 تومن، یعنی 300 خورده ای
قیمت دولتی دلار رو بالا آوردن که اگر مثلا شاید توافقی بشود و قیمت ها مثلا از این فشار بحرانی روانی خارج پایین بیاد، دیگه از 2900 خورده دولتی خودشون پایین تر نیاد. یعنی میخوام بگم از همین الان ببینید حکومتی که باید این مدافع مثلا حقوق مردم باشد، بعد از این قرارداد، قبل از اینکه این قرارداد هنوز اعلام بشه و اینام دارن کشش میدن عمدن با توافق، میگن زن و بچه هاشون همه هیئت ایرانی در اروپا و اتریش و کجا دارن خرید میکنن، تفریح میکنن، کیف میکنن با پولای مردم ایران، که بعدم روز عید فطر اینو اعلام بکنن بزرگترین شکست تاریخ مردم ایران و لحاظ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی نظامی به نام بزرگترین پیروزی به مردم ایران غالب کنن، که بازم بر ادامه حکومت خودشون بیفزایند تا ببینیم اتفاقات آینده چه رو رقم میزنه. خب ببینید آقای اوسانلو، در ایران چقدر دانش آموزان بیکارن، به مدرسه نرفتن، همه اینا هست، هم باز میگم بینندگان ما بهتر میدونن. اما یک اتفاقی افتاد، به راحتی از این اتفاق گذشتن، شاید هم بشه گفت اتفاق نیست چون کار روزمره است، یعنی هر روز این گوشه و کنار میفته، ولی این یکی خبرش آمد در سطح بالا، تجاوز چند نفر به یک دختر کودک کار در خیابون بود. یک آماری هم قبلا منتشر شده بود دانشگاه یزد و همینطور دانشگاه کرمان که نزدیک به 55% از کودکان کار مورد تجاوز قرار میگیرن، کودکان ببخشید خیابان، اونم کار میکنن کودکان صاحب نفع، گل در دستشون، این ور میرن اون ور میرن، سناسه شایی برای گذران زندگی خودشون و احتمالا خانوادهشون که کنار خیابون میخوابن. چون این اتفاقی در چند صد متری منزل آقای خامنه ای اتفاق افتاد، در چند صد متری منزل بقیه مقامات جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، اما به زودی به فراموشی سپرده شد. آدمی رو میگیرن در جایی شلاق میزنن به خاطر روزخاری و این تظاهراتی که هست، وجدان اجتماعی مردم کجاست؟ چرا در برابر این قضیه ساکت موندن؟ سوال من از شما هست، شاید موافق هستن، یعنی مشکلی نیست، یعنی میگن که خب روحانیت راه حلی براش پیدا میکنه دیگه، توزیع المسائل ممکنه حالا اضافه کنن که چنانچه 6 نفر به یک کودک، یک دختر 10-12 ساله در خیابان کوچه تجاوز کردن، مسئلتون جواب چیه؟ راه حلی بالاخره روحانیت چیه براش پیدا میکنن، این که خیالشون راحته، واکنش کردنشون نمیدن، بعدم دختر کنار خیابون میخوابه، شاید مهم نیست از نظر وجدان اجتماعی، شاید، من نمیدونم، شما به ما بگید. آیه حسن، بخش غم‌انگیزی از وضعیت اجتماعی ما نکته ایست که اشاره کردید، اما این حکومت هست که این اوضاع رو در طی این 30 چند سال به لحاظ روانشناسی حتی علاوه بر مسائل اقتصادی و اجتماعی کاملا به نظر من سازمان یافته ایجاد کرده و اصلا براشون اهمیت نداره، یعنی مردم ایران رو اینها اصلا به چشم انسان نمیبینن که در مقابلشون مسئولیت احساس کنن، بلکه انقدر سطح آگاهی مردم رو با اون سانسورهای سنگین حکومتی پایین آوردن و انقدر امکانات رو از مردم دریغ کردن و انقدر در کشور شلاق زدن، اعدام کردن، جنازه از جبهه ها آوردن، مجروح و زخمی تو خانواده ها کاشتن، طلاق و دامنش رو گسترده کردن، فقر و بیکاری و فلاکت رو گسترش دادن، که همه مردم به نوع خودشون در همه شرایط قربانی شده یکی از این بخش ها همه مردم. آقای اوسانلو جان فرمودید همه مردم؟ بله، همه مردم ایران هر کدوم به یه نوعی درگیر یکی این دردهای اجتماعی شدن. مثلا
توی خانواده کافی یه نفر معتاد شده باشه، تمام افراد خانواده درگیر ماجرا و دردسرها و بیماری و گرفتاری این آدم میشن. توی یه خانواده کافی به خاطر یه چک برگشتی مثلا یکی از اعضای خانواده به زندان رفته باشه، حالا همه این خانواده باید دنبال جلب رضایت، به دادگاه رفتن، ملاقاتی رفتن، پولی تهیه کنن برای گذران زندان اون آدم، بعد اون آدم سرپرست خانواده بوده، اگر حالا رفته که 2,300,000-400,000 نفر از خانوما الان دیگه رسما به عنوان سرپرست خانواده تو آمار دولتی دارن میان، بعد تصادفی که بکنه جانش از دست بده، تصادف کنه ماشینش از دست بده، منبع درآمدش رو از دست بده، تو مرزا کولبر میشن که بار بیارن با گوله میزنن میکشن، اونور تو بلوچستان 2 لیتر گازوئیل میخوان ببرن بفروشه یه درآمدی پیدا کنن، میزنن ماشین و اون آدم گرسنه زحمتکش بلوچ منفجر میشن، آتیش میگه کشته میشن، هم منبع درآمدشون از بین میره، هم خانواده ها بدون سرپرست میشن. یعنی ببینید من چند تا نمونهشو گفتم، عملا هر کدوم از خانواده بیماری ها همین پارازیت وحشتناک، همین آلودگی هوا، آمار سونامی سرطان که خود مقامات دولتی میگن، سکته قلبی، بیماری های ریوی، پخش شدن این گرد و غبار های مثل دریاچه ارومیه یا باتلاق گاوخونی یا جازموریان یا همین جنوب تهران که این بادا و غبارا میاد همه شهرها، همه یه زمانی فقط تهران آلودگی میشه شمرد الالعبد بسیار مسائل روزمره، اما به نظر شما راه حل برای این مسائل چی هست؟ راه حل برای اینکه اولا بچه کودک خیابانی نداشته باشیم، کارتون خواب، همه این مسائلی که شما گفتین نداشته باشیم، معلمانی که به هر حال بانک فرهنگیان رو داشتن و و و و بسیار چیزایی که پیش از انقلاب که از دست دادن و مطالباتی هم اون زمان داشتن، بله رو به افزایش بود زندگیشون، رو به گسترش بود، به همه این راه حل چی هست برای ایشون؟ شما یه فعال سندیکایی هستید، بله حرف دارید برای آینده. من تصورم برای اینه تا موقعی که این نظام ولایت فقیه وجود داره و تا زمانی که این حکومت با انواع روش های دروغگویانه، ریاکارانه، پنهان کردن اهداف خودش و فریب دادن مردم و شق شق کردن مردم، مردم رو انقدر خورد بکنن که مردم دیگه احساس مردم نداشته باشن، بلکه نفر به نفر یکی یکی خودشونو ببینن و هر کسی بخواد فکر کنه فقط مشکل خودش یکی رو حل میکنه، راه به جایی نمیبریم. به همین دلیل است که ما راه سندیکا ساختن، تشکیلات درست کردن، حزب درست کردن، پایه های مدنی جامعه رو تقویت کردن و افراد رو از حالت فردی و یگانه خارج کردن و به هم پیوند زدن و در جنبش ها حضور داشتن، در حرکت ها جمعی آمدن رو پیشنهاد دادیم و پیشنهاد میدیم و ادامه میدیم. ممکنه دشوار و طولانی باشه، اما یگانه راهی است که تجربه بشریت در کشورهایی که ما نمیم خیلی ما پیشرفته، همین ترکیه که بغل دست ماست با رأیی که تشکل‌های کارگری و اتحادیه‌ها و حزب‌ها به این اتحاد دموکراتیک دادن، کشور از اسلامی شدن 100% اردوغانی نجات دادن. ما هم رأی غیر از این نداریم که اول بایستی جامعه همون رو آموزش بدیم به سوی جمعی شدن، تشکل داشتن، سندیکا، اتحادیه، نمیدونم ارگان‌های NGO های منطقه‌ای، محلی، شورای محلی، شورای کار و از سطح کف جامعه، اتو خانواده، اتو محله، اتو روستا. بسیار خوب. این راه ماست، ولی تک تک هیچ کسی نمیتونه دست این حکومت جونشو به در ببره به سلامت. سپاسگزار هستیم آقای اوسانلو. البته در این باره این موضوع در برنامه‌های آینده باز هم با آقای اوسانلو گپ خواهیم زد در همین زمینه که این راه حل ها چگونه میتونه پایان بده به تمام مشکلاتی که بخشیشو آقای حسانلو اشاره کرد. تشکر از فرصتی که دادید و همراهی شما. با سپاسی دوباره. پی میگیریم تفسیر خبر را از شبکه تلویزیونی ایران فردا. در ادامه برنامه آقای افشین افشینجم، فعال حقوق بشر از ونکوور کانادا، با منو شما خواهند بود تا لحظاتی دیگر.
با من و شما هستند آقای افشین افشینجان، فعال حقوق بشر در ونکوور کانادا. سلام به شما. درود به شما آقای چالنگی، به همکارانتون و همچنین درود فراوان به هموطنان گرامی هر جای دنیا که هستند. آقای افشینجان، دقیقه پیش با آقای حسانلو صحبت میکردیم راجع به کودکان خیابانی که مورد تجاوز قرار گرفتن. اینجا آماری هست قبلا منتشر شده، دانشگاه یزد در سال 91 اگر اشتباه نکنم منتشر کرده بود آماری رو که نزدیک به 5% کودکان خیابانی که باشون صحبت شده در اصفهان مورد تجاوز قرار گرفتن. دانشگاه کرمان پژوهشی به همین شکل داشت، در همین زمینه داشت، که خبر میداد که حدود 26% از کودکان خیابانی مورد تجاوزهای جنسی قرار گرفتن در چند متری بیت رهبری با طبعا شفیعه فلسطینی و نشستن بر اریکه قدرت رو از اون حرفا زدن. در چند متری خونه ایشون چنین میشیم و همین ایشون آقای خامنه ای آمدن و گفتن این بورسای تقلبی که دادید به این و اون داده شده، یه دی صداشون در اومد چون به یه دی نرسیده بود لابود، آمدن گفتن سرصدا اینو در نیارید، چیز مهمی نیست، سرصدا این بورسی های تقلبی رو در نیارید. در کشوری که تو 4 میلیون بچه نمیتونن به مدرسه برن، رهبر حکومت فقیه میگه بورسی تقلبی دادن به این و اون دادن پارتی بازی شده مهم نیست، بنابراین به کودک خیابانی هم تجاوز میشه مهم نیست. تفسیر شما رو میشنویم در این زمین، این منظره ها رو بغل هم میذارید، به من و بینندگان ما چه خواهید گفت؟ بله آی چلنگی، این آماری که فرمودین، من دو تا نکته رو اضافه بکنم اگر ممکنه، و اونی که این بچه هایی که در کارتون خواب هستند و کودکان کار هستند و 5000 آمار خود جمهوری اسلامی، 5000 خانم که کارتون خواب هستند، مقدار زیادشون که بیماری های مصری از جمله ایدز دارن، اینا و خودشون هم امکان داره ندونن این مسائل و باعث نگرانی آینده ایران هستند، برای اینکه این بیماری ها مسلما در ریشه های اجتماعی دخالت خواهد کرد و مسائل مختلفی رو برای آینده ایران در بر میده. در مورد صحبتی کردین راجع به بورسیه ها، آقای چالنگی، چند وقت پیش صحبت از این بود که تعداد بسیار زیادی بورسیه بدون اینکه کیفیت و صلاحیت داشته باشن بورسیه های دولتی رو گرفتن و به خارج رفتن. متوجه شدن که این بورسیه ها متاسفانه صلاحیت و کیفیتی که بورس رو باید بگیرن نداشتند و بعد متوجه شدن که اکثر این بورسیه ها آقازاده ها بودن و این باعث شد که قرار شد که اسامی اینا رو در بیارن و در این واسطه متوجه شدن که اکثر اینا اگر اسامیشون در بیارن ممکنه بعضیشون مربوط بشه به بیت رهبری و خود خامنه ای و سران کشور و این باعث یک شورش خواهد شد، به خاطر اینکه هیچ کسی منکر این نیست که افراد صلاحیت دار و واقعا تحصیل کرده بتونن برن به خارج و تحصیل بکنن، ولی وقتی که کسایی که صلاحیت ندارن این مسئله احساس خواهد بود. بنابراین چون داشت کش به قول خود آقای خامنه ای کش داده می شد، ایشون در 2 روز گذشته در یک نطقی گفتن که اینو بذارنش کنار و برای همیشه، وقتی که آقای خامنه یه همچین صحبتی رو میکنه مسلمه کسی دیگه راجع به صحبت نمیکنه. ولی تصور بفرمایید آقای چالنگی، این پول مردمه، این پول آقای خامنه ای نیست که به این افراد ناشایست میدن که برن تحصیل بکنن. نکته دیگه هم که بعد اضافه بکنم در این مورد این است که ممکنه برنامه این باشه، این افراد رو میفرستن خارج که با مدارک کشورهای خارج به ایران برگردن
و اونا مستر کارهایی که در جمهوری اسلامی قراره که باشن. بنابراین کنترل رو از الان دارن برای چند سال آینده تعیین میکنن که کسایی که برگشتن با مدارک، که این مدارک هم که ممکنه یه مدارشون قلابی باشه، دو مرتبه دست خودشون باشه. یعنی همچین دورنگری برای آینده حکومت، حالا این حکومت چطور میتونه همچین دورنگری ها رو امیدوار باشه یا نباشه، اینا بحث های دیگه است که امیدوارم در جاهای دیگه بتونیم بهش بپردازیم. پس بنابراین یه همچین هدفی داره آدم های خودشون، نه اینکه استعداد علمی، نه اینکه شایستگی و لیاقت علمی. و طبعا همونطور که اشاره کردیم، این پول که مال آقای خامنه ای و همسال ایشون نیست، چون یک روز هم آقای خامنه ای و بقیه زحمتی برای به دست آوردن پول که نکشید. یعنی نهایتا یک دوره در زندگیشون میرفتن بر منبر، یه صحبت هایی میکردن، میامدن پایین، یه کسی هم چیزی به ایشون میداد، حق منبر یا هر چی که بود. بعدش حالا انقلاب شد چه شد که دیگه میدونیم. اما این تحقیقی که من اشاره کردم، چون اسم آوردن در پای تحقیق گذاشتن، در دانشگاه یزد پژوهشگران دانشگاه یزد آقای علیرضا افشانی، عباس عسکری ندوشن، محمد ایدری و محمد نوریان نجف آبادی هستند کسانی که این تحقیق انجام دادن در دانشگاه یزد. نزدیک به 5%، 4.8% از 122 کودک کار و کودکان خیابانی هم در نظر درشون هست، اینا مورد تجاوز قرار میگیرن. اون آمار به هر حال قابل توجه است، ولی 1% نمیدونم، اصلا درصدی وجود نداره. کودکان ایرانی چرا باید به چنین سرنوشتی دچار شده باشن؟ اینا آینده ایران آیا نیستن؟ اما فقط کودکان نیستن، زنان هستن. تبعیضاتی که وجود داره در مورد زنان همچنان ادامه داره. خانم نرگس محمدی نامه ای نوشتن که این نامه و متن اینو من فردا به طور مفصل دربارش صحبت خواهم کرد، و اتهامات جدیدی که متوجه خانم نرگس محمدی شده، ارتباط اون خانم نرگس محمدی با داعش، یکی از مسئولان جمهوری اسلامی گفته. فردا در برنامه فردا که من مهمان بینندگان خواهم بود، به طور مفصل در این باره صحبت خواهیم کرد. اما برای رفع تبعیض باز اقدامات انجام شده قابل توجه در خارج از کشور در ارتباط با ورزش، مایل هستم از شما بشنوم. اخیراً تیم والیبال آمده در آستانه مسابقات فوتبال جام جهانی زنان که در کانادا اجرا شد، اون گروهی که قبلا برای آقای سپ بلاتر پرزیدنت فیفا نامه‌ای نوشته شده بود، و در اون نامه که با امضای 240 نفر از فرهیختگان ایرانی از جمله بعضی از زندانیان سیاسی امضا شده بود، ازشون خواسته شده بود که به مقررات خود فیفا ماده 2 و ماده 3 که به صراحت اعلام میکنه که به هیچ وجه هیچ تبعیض جنسیتی قابل قبول نیست، ادامه بدن و بخوان از ایران که این کار، این تبعیض رو بردارن. که خوشبختانه آقای بلاتر پرزیدنت فیفا طی یک مقاله ای از ایران خواست که از این تبعیض جلوگیری بکنن و مثل بقیه کشورهای دنیا به خانوم ها اجازه بدن که به ورزشگاه ها برن، که تا امروز که دو ماه و نیم از اون نامه میگذره خبری نشده، ولی ما نامه دومی رو به عنوان یادآوری در روز جمعه گذشته به فیفا فرستادیم و در اونجا تذکر دادیم که این کار باید عملی بشه، جزء قوانین هست، یا شما قوانین دارین یا ندارین، جمهوری اسلامی یا این قوانین رو امضا کرده و قبول کرده یا نکرده. اگر که اینطور هست، پس باید به قوانین خودتون احترام بذارید. و تنها دو کشور در دنیا هست که اجازه ورود به ورود خانم ها رو به استادیوم ها نمیده، یکی ایران، یکی عربستان سعودی هست. و البته وضعیت ایران با سعودی کمی فرق میکنه، ولی در هر صورت قوانین قوانینه.
یا جمهوری اسلامی باید تکلیفش رو روشن بکنه با جامعه بین المللی، یا اینکه جزء جامعه بین المللی هست و یا اینکه نه فقط میخواد مثل برنامه های اتمی سر مردم شیره بمانه. بنابراین بر اساس اون نامه ای که فرستاده شد و ما فکر میکنیم که این برنامه رو ادامه خواهیم داد و این دفعه در دفعات آینده ما به صورت لیگالی، به صورت عرشبت که با کمک وکیل هایی که در اختیار خواهیم گرفت به دنبال این موضوع خواهیم رفت و اینو به دادگاه های مختلف خواهیم کشید. در این رابطه ما به خاطر مسابقات پایان فینال مسابقات زنان که در ونکوور هم انجام شد تظاهراتی رو انجام دادیم و در این تظاهرات در بنرهای مختلفی به مردم دنیا نشون دادیم که خانم ها رو به استادیوم ها رانده میدن و این تبعیض جنسیتی است. باور بفرمایید آقای چالنگی، من فکر میکنم که هزارها نفر از اون بنر که ممکنه خدمت شما باشه عکس گرفتن که برای به عنوان یاد بود برای خودشون ببرن و خیلی هم سوال میکردن که آیا همچین چیزی مگه ممکنه در این قرن 21 خانم ها اجازه داده نشن بهشون که بتونن برن به ورزشگاه ها. بنابراین این موضوع خیلی مهمی هست، نه اینکه بعضی ها معتقدن که آیا ما مشکل دیگه نداریم جز این مشکل رفتن خانوم ها، ولی این مسئله مهمی هست که بعد مردم ایران بدونن تبعیض تبعیضه، هیچ فرقی نمیکنه. وقتی که بعضی از این آخوندها در 2-3 هفته پیش اومدن و رفتن خانوم ها رو، کسایی که میخوان برن به ورزشگاه، معذرت میخوام با گفتن این صحبت که گفتن هرزه هستن و فاحشه هستن و کسی هم جلوگیری از این موضوع نکرده، یعنی به خواهران و مادران و بانوان ما توهین میکنن و هیچکی هم جلودارش نیست، در حالی که خودشونو مسلمون تلقی میکنن و میگن افترا و تهمت زدن درست نیست، ولی اینو روز روشن میگن و هیچ کسی هم جلودارشون نیست. تصور بفرمایید که در حکومتی که حاکم داره، یعنی مردم انتخاب کردن آقای روحانی رو به عنوان پرزیدنت، به عنوان رئیس جمهور انتخاب کردن، ولی در زمانی که خانم ها میخوان برن مسابقه والیبال که بین ایران و آمریکا بود در چند هفته پیش، چند تا آخوند اومدن گفتن که اونجا خون به پا میکنن و یا اینکه به گفته خانم ملاوردی گفته که به زعامت چند تا آخوند یا آیت الله ما به احترام به اونا اجازه، ما از برنامه خودمون صرف نظر میکنیم و خانوما نرن. خب شما حکومت که انتخابات شده، رئیس جمهور مشخص شده، وزارت کشور تایید کرده، وزارت ورزش تایید کرده، سازمان امنیت کشور تایید کرده، ولی چند تا آخون میان میگن که این خانوما نرن. این چه نوع کشوری هست؟ چه نوع من میگم خدمت شما هست بین آقای روحانی و آقای خاتمی که پرزیدنت بودن که گفتن که ما کاری نیستیم. خب شما سوال کردید آقای افشینچم که این چه نوع کشوری است. من خدمتتون عرض، کشور ولایت فقیه است، یعنی نه اینکه کشور ولایت فقیه، این چه حکومتی است؟ حکومتی است که درسته که یک رئیس جمهور داره، اما نهایتاً یه ولی فقیه از اون بالا نیست؟ این ولی فقیه حرف اول آخر میزنه و کسانی که پیروی میکنن، نه اینکه آقای روحانی پیروی نمیکنن، چرا؟ ایشون هم یک ملای شیعه است. رئیس جمهور که در این نظام عملاً ثابت شده کاری نیست، سمت تحمیل شده است به ولایت فقیه که در اول انقلاب بوده. چون پرسش کردین توضیح داده میشه، من توضیح میدم، البته خودتون میدونید. آقای روحانی هم میتونه بگه، جست بسیار مظلومانه هم بگه، ببین ما خواستیم که با خانم ها برم، خب نمیذارم. کسی هم اینجاست که کسی ازشون سوال نمیکنه شما پس چه کاره هستین؟ شما پیش از شما آقای خاتمی دیدین آخرش گفت ما یک تدارکاتچی بیشتر نیستیم. بله بفرمایید. درسته، پس این همه خرج و این همه کاری که میکنن برای انتخابات که میگن ما انتخابات آزاد هم داریم، خب به درد کسی نمیخوره. ما اصلا همون 4-5 آیت الله عظمای شیعه که اومدن این کارو کردن که
که تمام زندگی مردم رو واقعا فلج کردن، تمام بدبختی هایی که الان ما الان داریم میبینیم از کوچیک و بزرگ، یه مقدارش شما در آغاز این نشست فرمودین، از جمله بچه ها که البته اونا سوزنی است در یک کوه کاه که پیدا کردنش مسئله هست. و پس داشتن یه همچین حکومتی اصلا از ابتدایش خرابه و ما خودمونو، یعنی مردم ایران خودشونو یا خودمونو بهتر بگم معطل کردیم. و واقعا حیف هست که ما بخوایم بگیم که ما حکومت داریم، انتخابات داریم، ما حکومت مردم داریم، اصلا همچی چیزی وجود نداره. و این باید یادآوری باشه برای انشاءالله برای دفعات آینده که راجع به مسائل انتخابات صحبت خواهیم کرد. حتما. یعنی برای این امامزاده ریاست جمهوری آیا میشه دخیل بست یا نبست؟ یه بحثیست که حتما در برنامه های آینده درباره صحبت خواهیم کرد بدون تردید. اما آقای افشینچن ببینید، خیلی های نگران هستن، این نگرانی وجود داره که این مذاکرات اتمی که همه ما امیدواریم هر چی اتفاق میفته در مصلحت مردم ایران باشه، اما این نگرانی وجود داره که حکومت جمهوری اسلامی با سوء استفاده از فضای فراهم شده در صورت توافق سرکوب ها رو افزایش بده، کمان که نشونه هاشو الان میبینیم. دولت های غربی هم که عملا روشونو کردن، این و دولت اوباما که از روز اول متهم هست به این داستان. و به هر حال این نگرانی تا چند اندازه معقول هست و بازتاب واقعیت هست. و سیاست کانادا رو هم مایل هستم از زبان شما بشنوم در این زمین. آقای چلنگی، در حقیقت ماهیت جمهوری اسلامی فرقی نمی کنه چه این توافق بشه و این چه توافق نشه. من میخوام چند قدم برم عقب و اونه که ما چگونه به اینجا رسیدیم و در حقیقت بازم عقبتر بریم، چرا انقلاب کردیم؟ آیا این نتیجه انقلاب این بود که ما الان باید با خفت و خاری در دور میز مذاکره بشینیم و بعد بخوایم که حق خودمونو بگیریم؟ ما حقمون این نبوده که بخوایم این همه تحریم داشته باشیم و عرشبت حضورتون که این همه فلاکت داشته باشیم. و این ماهیت جمهوری اسلامی هیچ فرق نخواهد کرد. به نظر من توافق و عدم توافق هر دوش بزنده به ضرر مردم ایران، هیچ فرقی نمیکنه. زمانی به نفع ایران خواهد بود که حکومت مردمی باشه. وقتی که حکومت مردمی نیست هیچ فرقی نمیکنه که کی سر کار باشه. و همون دزدی هایی که قبلا شد که الان بروز کرده و هر روز هم اضافه میشه و هر روز یک بعد جدید رو میگیره ادامه خواهد داشت. امروز یا دیروز بود خبرگزاری روتر نوشته که خاتم الانبیا، این سازمان خاتم الانبیا که سازمان بسیار طویلی هست، حدود 832 سازمان و شرکت ثبت کرده در کشورهای مختلف از جمله ترکیه و امارات متحده و با اسامی مختلف و کاربردهای مختلف همه کار رو انجام میده. قبلا تا به امروز همه کارهایی که وارداتی که داشت با قاچاق بود، یک ذره پول مالیات نمیداد و پول از بیمه مجانی استفاده میکرد، اسلحه‌هایی که به صورت قاچاق انسان میورد بعدن هم همینطور خواهد بود. ولی بعدن بعد از توافق که این پول ها برسه، آقای چالنگی، این پول ها براش الان چاهاشو کندن و برای این پول های 100 بیلیون دلاری که ما بدهکار هستن کشورهای خارج و بلوکه کردن، اینا یواش یواش خواهد اومد و به کمکی به مردم فقیر و متوسط ایران کمکی نخواهد کرد، هیچ فرقی نخواهد کرد.
متاسفانه ما فقیرتر خواهیم شد و این پول ها همونطوری که من خدمتون نمیدونم عرض کردم یا نه، حدود 2 ماه پیش از این پول های بلوکه شده 7 بیلیون دلار به ایران پرداخت کردن و این در خبرها بود. روز بعدش جمهوری اسلامی اعلام کرد از این 7 بیلیون 4 بیلیونش رو برای سوریه فرستاده، یعنی نصف بیشتر از اون پولی که اومده یک روز هم نمونده رفته به سوریه. خب الان سوریه در حال پاشیدگیه، از بین خواهد رفت مسلما تا چند ماه دیگه حکومت اسد از بین خواهد رفت، ولی این پول ها رو بالاخره باید ترضیح کنن. لبنان، حزب الله لبنان منتظر الان مدتی گرسنه است، مدتی که تشنه است، این پول ها الان منتظر اونا هستن. فلسطینی هم همینطور و کشورهای دیگه هم که قبلا بهشون پول داده شده این پول ها رو منتظر این پول ها هستن. بنابراین فرقی نمی کنه تا زمانی که جمهوری کشور ایران یک حکومت مردمی نداشته باشه همه چیز همینطور خواهد بود. خب ببینید آقای افشینجم، یه فرق کوچولو داره، کوچیکی داره. این مثال رو البته یکی دیگه از مهمان، یک مهمان عزیز دیگه ما هم گفته بود در برنامه دوشنبه، آقای فتحی، ایشون هم اشاره کرده بودن، ایشون هم ساکن تورنتو هستن بند و در مطبوعات هم اومد در انگلستان این ورانور هم از این اتفاقات افتادن. یه فرق کوچیک هستیم مثلا، ایشون خانم وزیر هستن در کانادا و لابدان بی حجاب، درست؟ بله. اما روحانیت شیعه این فرق میکنه. آقای خامنه ای یک مقامی است بین این بشریتی که این پایینه، خب خیلی هاشون هم بشریت حساب نمی کنن، آقای خامنه ای بقیه، و خداوند. ایشون خب اگه میلیاردها رو جمع میکنن زیر عباشون یا جای دیگه زیر نگینشون یا بقیه اعوان و انصارشون، نماینده خداوند هستن، با خانم وزیر فرق میکنه. نمیدونم برای این هم هست زمنان که شاید میخوان مسلمین و مسلمات گمراه نشن، چون پول میگن گمراهی میاره دیگه، دوچار آتش جهنم نشن و بعدم به کی پاسخگو باشه. سپاسگزار هستیم آقای افشین افشینجم در ونکوور کانادا. با سپاس. سپاس از اینکه به من وقت در خدمتتون باشم. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. در برنامه فردا شب تفسیر خبر من میهمان شما بینندگان عزیز خواهم بود و میپردازیم به خبرهای همونطور که گفتم کمرنگی که در جمهوری اسلامی منتشر میشه، اونها رو مورد توجه قرار میدیم، بررسی تفسیر خواهیم کرد و خبر بسیار مهم ارتباط خانم نرگس محمدی فعال حقوق بشر و داعش، یکی از مسئولان جمهوری اسلامی تأکید کرده در این زمینه. اطلاعاتی رو که به دست آوردیم و خواهیم آورد تا برنامه فردا حتما منتشر میکنیم. اتهامی که به هر حال شما بهتر از من میدونید این اتهامات چه اساسی داره یا نداره. تا برنامه فردا پنجشنبه شب تفسیر خبر، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد.